هللویه هللویه زنه نیست پاس خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین را که باز هم فرصتی را فراهم کرد تا من و شما خوبان عزیزان با هم صحبت کنیم. من و شما خوبان عزیزان خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون عیسی تنها راه نجات. بنده داود نصارا همسایه شما هستم عزیزان. از طریق تلویزیون تیوی ویژن‌سوریه یا تیوی ویژن سویدن مهمان خانه های شما خوبان هستیم عزیزان. امیدوارم که از برنامه خودتون لذت ببرن، چون که بودن با خدا عزیزان لذته، بودن با خالق لذته. این نیست که ما اینجا باشیم خدمت شما عرض کنیم یک کتابی را بخوانیم که بگیم واو که 2000 سال قبل این کتاب نوشته شده، یه شخصی به اسم یا عیسی مسیح بوده و قدم زده. نه، بودن با خدا 2000 سال پیش لذت داشت، بودن با خدا امروز هم لذت داره. بودن با خدا وقتی که خدا آدم و حوا را در باغ عدن آفرید، اینا در حضور خدا بودن، اونجا اینا از حضور خدا لذت می بردن. همان حضور خدا را ما امروز نیاز داریم و وقتی که ما هم در حضور خدا قرار می گیریم، در حضور خدا بودن لذت داره برای ما عزیزان. و این چیزی هست که ما امروز از این برنامه عیسی تنها راه نجات شما را دعوت میکنیم. از آن ما شما را به چی دعوت میکنیم؟ آیا ما اینجا نشستیم شما را دعوت میکنیم به یه دینی، به یک مکتبی که شما را با تلاش های انسانی میگه به آرامش میرسین با تلاش های تلاش کنید تا با تلاش های انسانی به حیات جاودان برسید، یا اینه که نه میگیم شما هر آنچه که در دست شما هست بذارید زمین، با دست خالی، با زانوهای خم برید در حضور خداوند ما عیسی مسیح و از او بخواهید که اگه شده فقط ردای او را لمس کنید تا عوض بشین. چون بودن در حضور خدا عزیزان، بودن در حضور خداوند ما عیسی مسیح، این نیست که ما در آغوشش باشیم او ما را در آغوش بگیره. 100% ما را در آغوش میگیره وقتی که ما، چون او خداوند ما عیسی مسیح دستانش روی صلیب باز است، وقتی که ما قلبمون را باز میکنیم خداوند ما عیسی مسیح ما را در آغوش میگیره. این که هیچ شک درش نیست. ولی وقتی که ما کلام خدا را میخوانیم میگه کسانی که از جامعه در جامعه تردشون کرده بودن، مریض بودن، و کسانی را که خدمت شما عرض کنم جامعه اینها را آدم نمیشمرد، اینا لبای سرگ و لبای را تی را اون بر پشت خانه ها خواب بودن، و اینها وقتی که صدای خداوند ما عیسی مسیح را میشنیدن یا آوازه خداوند ما عیسی مسیح را میشنیدن که عیسی و خدا و خالقشون از اینجا میگذرد، اینا فریاد میزدن، میگفتن، اینا به خودشون فکر میکردن، میگفتن عیسی مسیح هم با ما همچون رفتار میکنه، مثل جامعه میخواد ما را طرد کنه، و اینا درخواستشون این بود عیسی خداوند فقط اجازه بده ما گوشه ردایت را لمس کنیم تا ما ذره از تو را تجربه کنیم، گوشه ردای تو را لمس کنیم. و ما اینجا هستیم از آن به شما داریم میگیم که امروز اون روزی هست که ما قرار نیست گوشه ردای مسیح را لمس کنیم، ما قرار در قلب خداوندمون عیسی مسیح جا بگیریم، ما قرار امروز دست عیسی مسیح را لمس کنیم و او قرار امروز دست ما را بگیره. و خداوند ما عیسی مسیح 2000 سال پیش کسانی را که گفتن ردایش را فقط اجازه بده ردای تو را لمس کنم، خداوند ما عیسی مسیح یک زن را شفا داد و اون زن ترسیده بود و آمد خودش را معرفی کرد، گفت من گوشه ردایت را لمس کردم. خداوند ما عیسی مسیح نگفت چرا به اجازه لمس کردی گوشه ردای من ای زنی فلان فلان شده، این حرفا را نزد. و خداوند ما عیسی مسیح چی گفت؟ گفت ای دخترم، به چشماش نگاه کرد، کسی را که طرد شده بود، از جامعه بیگانه بود و جامعه برای اون بیگانه بود، اون برای جامعه بیگانه بود، عیسی مسیح خالق آسمان و زمین نشست روی زمین و چشماش نگاه کرد، گفت ای دخترم، دستشو گرفت بلند کرد، گفت ایمان تو به من تو را نجات داده، و چشماش نگاه کرد، لبخند زد. امروز از آن اون روزی هست که خالق آسمان و زمین قرار به شما لبخند بزنه. امروز اون روزی هست که خالق آسمان و زمین و چشم شما مینگره و شما قرار را بگه ای دخترم، و شما قرار را بگه ای پسرم، تا
ترد نشده بیا در قلب من جا داره. فقط قلب تو باز کن امروز عزیزی، خداوند تا خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال بیاد در قلب شما ساکن بشه. و امروز ما در همین منظور میخوایم انجیل مرقس رو بررسی کنیم عزیزان. انجیل مرقس رو بررسی میکنیم که این حقیقت ها رو برای ما آشکار میکنه که عیسی مسیح کی هست، چی کارها کرد و چی کار قرار است بکنه. خیلی چیزا اون زمان اتفاق افتاده و اینا تصویری از آینده هست و خیلی چیزها در اون زمان گفته شد قرار در زندگی من و شما اتفاق بیفته. و ما اینجا هستیم که امروز از آن شما خوبان را با شما خوبان کلام خدا را بررسی کنیم و از حضور خدا لذت ببریم. دست شما را در دست خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین بسواریم، همچنان که پولس رسول فرمود و قرنتیان گفت من شما را همچون باکره به یک شوهر نامزاد کردم و اون عیسی مسیح است. خودتان را پاک نگاه کنید. هللویا. پس دست شما را ما امروز اینجا هستیم که در دست خداوندمون عیسی مسیح بذاریم و ما نمیتونیم بذاریم. ما فقط کلامش را میگیم. ما کسانی هستیم که فرستاده شدیم شما را دعوت کنیم و شما امروز قرار به این دعوت لبیک بگید، وارد باغ خدا، وارد عروسی خدا بشید. هللویا. و در این زمینه برادر بسیار عزیزمون برادر فؤاد با ما هست تا ما را هدایت کنه. پس با ما باشید، از برنامه خودتان لذت ببرید عزیزان. هللویا. خیلی خوش آمدید. ممنونم. منم شالوم میگم. اجازه بدید که شالوم بگم به همه کسایی که تو این برنامه با ما هستند. شالوم و سلامتی پدر آسمانی، فیض عیسی مسیح ناصری و مشارکت و حضور روح القدس با شما باشه. شکر میکنیم خداوند رو که این موقعیت رو فراهم کرد تا انجیل عیسی مسیح ناصری، تا این خبر خوش نجات بشارت داده بشه. پاولوس میگه که از انجیل عیسی مسیح شرمسار نیستم، سرفکنده نیستم، زیرا قدرت خداست برای نجات برای هر کسی که ایمان آورد، یهود، یونانی، بربر، عبرانی، هیچ فرقی نمی کنه که از چه قوم و از چه دیاری باشن. انجیل عیسی مسیح قدرت هستش برای نجات کسی که ایمان بیاره. و خوشحالیم از اینکه خداوند این موقعیت رو مهیا کرده که بتونیم از قدرت خدا حرف بزنیم. قدرت خدا جسم پوشید و روی زمین اومد. حکمت خدا جسم پوشید و روی زمین اومد. و امروز همونطوری که برادرم داوید گفت، ما تنها ظرفهایی هستیم که کلام این قدرت خدا رو میخوایم منتقل بکنیم به خانه هایی که خداوند پیشا پیش مهیا کرده که این کلام به خانه شون بره، چون این کلام قدرت تبدیل کردن زندگی ها رو داره. کلام عیسی مسیح قدرت شفا دادن داره. به طور خاص جاهایی از کتاب مرقس رو امروز در موردش حرف میزنیم که عیسی مسیح شفا میده، عیسی مسیح برکت میده، عیسی مسیح روی طوفان‌ها و روی آب دریاها قدم میزنه. عیسی مسیح منتظره که تا هر کسی که بهش ایمان بیاره این قدرت اعجاز در زندگیش نمایان و به ظهور برسه. برادر داری در خدمت ما هستم. برادر خدمت از ماست برادر. ما پس ما زیاد وقت ها، یعنی من زیاد وقت ها نمیگیرم ازتون، خواهش میکنم برادر پس ما رو مستقیم هدایت کنید، از کلام خدا رو برای ما مطالعه کنید، ببینیم خدا عیسی مسیح امروز برای من و عزیزان چی داره. آمین. میاد که امروز در مورد قسمت دوم باب پنج حرف بزنیم در انجیل مرقس. قسمت اول باب پنج در مورد جایی هستش که عیسی مسیح به یک گورستان رفت و یک کسی رو که دیو زده بود شفا داد. در مورد این ما حرف زدیم. امروز میخوایم در مورد اتفاقی که بعد از این افتاد حرف بزنیم، جایی که عیسی مسیح با قایق به اون طرف دریا میره و دوباره یک جمعیت زیادی به سمتش هجوم میارن. بعد کلام خداوند اینجوری به ما میگه، میگه یکی از رئیسان کنیسه که یایروس نام داشت نیز به آنجا آمد و با دیدن عیسی به پایش افتاد و التماس کنان گفت دختر کوچکم در حال مرگ است، تمنا دارم آمده دست خود را بر او بگذاری تا شفا یابد و زنده ماند. پس عیسی با او رفت. گروه بسیار نیز از پی عیسی به راه افتادند.
آنها سخت بر او ازدحام میکردند. در آن میان زنی بود که 12 سال دچار خونریزی بود. او تحت درمان طبیبان بسیار رنج فراوان کشیده و همه دارایی خود را خرج کرده بود، اما به جای آن که بهبود یابد بدتر شده بود. پس چون درباره عیسی شنید، از میان جمعیت به پشت سر او آمد و ردای عیسی را لمس کرد، زیرا با خود گفته بود حتی اگر به ردایش دست بزنم شفا خواهم یافت. در همان دم خونریزی او قطع شد و در بدن خود احساس کرد از آن بلا شفا یافته است. عیسی در حال دریافت که نیروی از او صادر شده است، پس در میان جمعیت روی گرداند و پرسید چه کسی جامه مرا لمس کرد؟ شاگردان او پاسخ دادند: میبینی که مردم بر تو ازدحام میکنند، آنگاه میپرسید چه کسی مرا لمس کرد؟ اما عیسی به اطراف مینگریست تا ببیند چه کسی این کار را کرده است. پس آن زن که میدانست بر او چه گذشته است، ترسان و لرزان آمده به پای عیسی افتاد و حقیقت را به تمامی به او گفت. عیسی به وی گفت: دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو و از این بلا آزاد باش. برادر داوید، این اتفاق خیلی رازهای زیادی رو برای ما باز میکنه. یکی این که این زن در مورد عیسی مسیح شنیده، یعنی تا شخص نشنوه نمیاد که ردای کسی رو که قدرت شفا دادن داره لمس بکنه. این همون مأموریتیه که عیسی مسیح به شاگردان داد که برین و این خبر خوش رو موعظه کنین، بشارت بدین. دو به دو پیشاپیش میفرستاد به شهرهایی که بعدن خودش قصد داشت به اونجا بره، بشارت دهندگان رو میفرستاد، شهادت اون کسایی که قرار بود شهادت بدن بعد از اینکه اعجاز دریافت کرده بودن، میفرستاد که بشارت بدن و شهادت بدن، چون گوش اشخاصی که این شهادت ها رو میشنیدن آماده میشد، بعد از شنیدن قلبشون آماده میشد برای اینکه از عیسی مسیح دریافت بکنن. این زن در مورد عیسی مسیح شنیده بود و با ایمانش اومد ردای عیسی مسیح رو لمس کرد و 12 سال خونریزیش قطع شد. برادر داوید، میخوایم از زاویه کلام خدا به عیسی مسیح نگاه بکنیم. این کتاب کلام خداونده، این کتاب قدرت اینو داره که شفا بده، چون کلام خداونده. اگه کسی حتی هنوز ایمان نداره به عیسی مسیح، هنوز تعمید نگرفته، کسی که بیاد این کتاب رو باز بکنه و شروع بکنه به خوندن، انگار اومده که به ردای عیسی مسیح دست بزنه. چون ما کلام خداوند رو داریم که داره قدم میزنه و زنی که شنیده در موردش و میاد و ردای عیسی مسیح رو لمس میکنه و شفا رو دریافت میکنه. ما کسای زیادی رو داریم که فقط بهش گفته شده کتاب مقدس رو بخون، و وقتی که کتاب مقدس رو خونده به آیاتی رسیده که قلبش رو تکون داده و قلبش رو داده به عیسی مسیح، و اگه مریضی داشته، اگه بلایی داشته، شفا دریافت کرده. مسئله بعدی اینه که این زن 12 سال بود که خونریزی داشت. در ادامه این اتفاق ما میبینیم که این دختری که مریض بود، دختر یایروس، میان بهش خبر میدن، میگن دیگه استاد رو زحمت نده، دخترت مرد. و عیسی مسیح به یایروس میگه که دل قوی دار، دخترت نمرده بلکه در خواب است. و عیسی مسیح میاد و وقتی که به اون جماعتی که شیون میکنن میگه که دختر در خواب است بلکه نمرده است، همه میخندن به عیسی مسیح. برای خداوند مرگی وجود نداره، همه کسایی هم که فوت میکنن در خواب هستن. و جالب اینجاست که این دختر هم 12 سال داره. و این جالبه که مرقس اومده 2 تا اعجاز عیسی مسیح رو در یک باب اسم برده، در مورد زنی که 12 سال خونریزی داره و در مورد دختری که 12 سالشه و میمیره، و عیسی مسیح بهش میگه تالیتا قومی، یعنی ای دختر کوچک برخیز. عیسی مسیح میگه که در روز راه بروید، مگر روز 12 ساعت نیست؟ وقتی میگه روز 12 ساعته، یعنی شب قبلش هم 12 ساعت بوده. وقتی که ما با دو نفر مواجهیم که یکیشون 12 سال خونریزی داشته و یکیشون 12 سالشه و میمیره، و عیسی مسیح هر دو رو شفا میده، یکی رو شفا میده و یکی رو زنده میکنه، مرقس میخواد بگه که شب به پایان رسیده، روز شروع شده. اگه شب 12 ساعت بود، روز شروع شده، قدرت اعجاز اومده، امروز روز نجات هستش.
آمین. دقیقاً برادر، خدا رو شکر. واقعاً زیباست که یعنی اینطوری برای ما بیان کردیم که این 12 به چی اشاره میکنه. خداوند ما عیسی مسیح میگه در روز راه برین، روز 12 ساعته. و ما وقتی که در خداوند ما عیسی مسیح هستیم، میگه این کلام خدا به وضوح اینو میگه که ما فرزندان نور و فرزندان روز هستیم. ما به شب تعلق نداریم. حتی در پیدایش ما میخونیم که خدا آسمان و زمین رو وقتی که آفرید تاریکی بود و روح خدا در سطح آب را گرفته بود، از دل این تاریکی نور را آورد و تمام نظم را به وجود آورد. چیز دیگری که من در تایید صحبت های شما برادر چیز کنم که یک چیزی مسئله ایمان است اینجا برادر، دو چیز هست که ما از این برای می‌بینیم که این زنی که 12 سال زیر دست طبیبان بسیار رنج کشیده و تمام دارایش را داده تا شفا بیابه، فقط شفا میخواد، نه شفا نیافته بلکه به دردش دارو. خب هر داری رو مخره این شده، مثلا من اینطوری بگم به زبان امروزی، این شده یک شخص آزمایشی برای دکترای اون زمان که دارو رو اون میده که ببینیم این کار میکنه یا نه، اینطوری شده و اون داروها رو که میخوره خب اینا اثر داره و اثر منفی داره تا مثبت. بعد دردش هی زیادتر شده، دیگه حتی پول هم نداره بره پیش دکتری یه دارویی بگیره. و دیگر طرف دیگرش اینجاست که اون شخصی که مثلا دخترش مرده، اونجا خداوند ما عیسی مسیح با اون میگه تو ایمان داشته باش. و این بر ما میبینیم که این زن ایمان داره، زن ایمان داره، میگه من فقط اگر ردای اینو لمس کنم شفا میابم. از این بر خدا خودش شخص تشویق به ایمان میکنه. پس این یک چیزی هست که مثلا من خودم بعضی وقتا خودم میگم خدای اگر من در جای در ایمانم ضعف دارم، بیا با من ضعف منو برطرف کن، به من قوت بده تا ایمان داشته باشم، ضعف ایمانی منو پر کن. و از طرف دیگر هم مثل این زنی که از خونریزی رنج میبره، یک ایمانی برای دریافت اون ایمانی را که خدا به من عطا میکنه باید داشته باشم. و این چیزیه که به عزیزان بردن خواستم بگم که عزیزان، ما کسانی هستیم که میخواهیم دست ما در دست خدا قرار بگیره. همینه که شما میخواید اراده کنید، خداوند ما عیسی مسیح به شما میگه ایمانی قوی داره. یعنی چی؟ یعنی خود خدا ایمان برای شما میده که این وقتی که این گنج و گنج در این دل شما قرار میده، خودش هم از او نگهداری میکنه. پس یادتون باشه فقط ایمان دریافتی شفا رو داشته باشین، خود خداوند ما عیسی مسیح شفا رو ایجاد میکنه. فقط ایمان دریافتش رو داشته باشید، ایمان دریافت نجات رو داشته باشید. نجات متعلق به خداست، خودی او نجات میده. از این یادتون باشه. من برادر اینو حتما بفهم. برادر داوید، نکته جالب دیگه اینه که توی این باب به ما نشون میده که عیسی مسیح در روز آخر چطوری مرده ها رو زنده میکنه. عیسی مسیح یک جمله میگه، تالیتا کوم یا کومی، ای دختر کوچک برخیز. و همین جمله کافیه که این دختر از مردگان بلند میشه. و جالب اینجاست که قبل این که عیسی مسیح همچین جمله ای رو بگه، اول در تایید حرف شما در مورد ایمان، اول کسایی رو که بی ایمان بودن میکنه بیرون میکنه. یعنی کسایی که خندیدن به جمله عیسی مسیح که میگه این دختر نمرده بلکه در خوابه، اونا میخندن، بیرونشون میکنه، میگه ببرینشون بیرون، چون جایی که بی ایمانی هست اعجاز جایی نداره. بلکه جای اعجاز جاری میشه که ایمان حرف اول رو میزنه. و اینجا ما میبینیم عیسی مسیح بی ایمانا رو میکنه بیرون تا بی ایمانی اون اشخاص روی ایمان یایروس اثر نذاره، چون قرار یایروس به ایمانش منتظر بمونه و دریافت بکنه از خداوند و اونا رو بیرون میکنه. و اینجا جاییه که ما باید بدونیم در مسیر ایمانیمون اگر دوروبرمون پر میشه از بی ایمانهایی که با حرفهاشون دارن توی دل ما رو خالی میکنن، بهتره که مقدار فاصله بگیریم تا زمانی که انقدر ریشه دار بشیم که ایمان ما بر بی ایمانی اونها اثر بذاره، نه بی ایمانی اونها بر ایمان ما اثر بگذاره. و در مورد 12 وقتی حرف زدیم، ما میبینیم که این عدد 12 در جاهای مختلف خداوند میاد کارکردهای مختلفش رو داره به ما نشون میده. عیسی مسیح 12 رسول انتخاب میکنه، انگار برای هر ساعت روز
برای تمامی روز، برای تمامی ایام خداوند رسولان مهیا کرده، تا روزی که برگرده خداوند رسولان بشارت دهندگان و واعظین مهیا کرده و میاد که مهیا بکنه تا اون لحظه‌ای که برگرده. درسته؟ و مسئله جالب‌تر از این اینه که ما می‌بینیم که وقتی که کتاب مقدس رو می‌خونیم و بعدش با حقیقت آشنا میشیم و بعد میایم ادیان دیگر رو، جایی که ازش اومدیم یا ادیان دیگر رو که توی کشورهای دیگه اصلا بررسی میکنیم، متوجه میشیم که چقدر ابلیس اومده کپی کرده. یعنی کار ابلیس پیچوندن حقیقته. کار ابلیس اینه که اون کاریو که خداوند داره انجام میده ابلیس بیاد به شباهت اون انجام بده، جایی که آدم و حوا رو وادار کرد به این که از درخت شناخت خوب و بد بخورن تا خودشون در جایگاه خدا بشینن، تا جایی که ابلیس در ادیان مختلف میاد میگه که بت درست بکنید و این خدای شما باشه، تا جایی که ما میبینیم که حتی توی ادیان مختلف به طور خاص در اسلام و در شیعه‌گری میان و 12 امام رو معرفی میکنن، همه اینها کپی هستش از اون حقیقتی که حقیقت خداست و ابلیس میخواد به طرق مختلف اینا رو به هم بریزه، جایی که خداوند رنگین کمان رو به عنوان یک عهد با آدمی، زمانی که طوفان نوح آرامی گرفت و کشتی بر کوههای آرارات نشست، رنگین کمان رو داد و گفتش این نشانی باشه که هرگز دیگه زمین رو اینجوری با آب نابود نشه. و ما میبینیم که ابلیسی که علیه آسمان داره قیام میکنه میاد از همین سمبل استفاده میکنه برای همجنسگرایی، و این جاییه که ابلیس میخواد دست بگذاره توی عهدها و نشانه هایی که خدا به انسان داده برای تبدیل کردنش و برای اینکه حقیقت رو منقلب بکنه و برای اینکه تا جایی که میتونه گول بزنه و گمراه بکنه. آمین. واقعا که همینطوره برادر، که این ابلیس چون کلام خدا این زیبا فرمودین برادر، چون کلام خدا میگه که وقتی ما کلام خدای حقیقی رو میخونیم میگه خدا انسان را شبیه خودش آفرید. وقتی که خدا انسان را شبیه خودش آفرید، ابلیس چیکار میکنه؟ از حقیقت خدا شبیه سازی میکنه. اون حقیقت رو میگیره، مثلا میپیچونه به خورد مردم میده، میگه این نصف حقیقته. تو وقتی که نصف حقیقت داریم، یعنی یک دروغ کامل است. مثلا من این رفتی به موضوع نداره برادر، من چند وقتی پیش فکر میکردم، گفتم مثلا این عزیزان مسلمان که این همه غیرت دارن و مورن آدم میکشن و فلان میکنن، حج هم میرن، گفتم اتفاقا اینطوری فکر کردم، یه لحظه فکر کردم، گفتم اتفاقا خانه الله خدای مسلمان با خانه شیطان اینا همجوارن، همسایه، یعنی اونجا میرن چطوری اون با سنگ میزنن شیطان رو، همونجا توی محکم میرن با سنگ میزنن شیطان رو، بعد ادعا میکنه. اینه چطوری ادعا میکنه؟ میگه ابراهیم این کار را کرد. پس وقتی که ما کلام خدا را میخوان، ابراهیم اصلا اونجا گذر نکرده. پس از نام ابراهیم استفاده میکنه و اون چیزی را که مثلا الان مکه و خانه شیطان اینا همجوارن. خیلی جالبه، کسی که میره اونجا مکه میگه ما الله را زیارت میکنیم، در همجواری شیطان را هم زیارت میکنن، یعنی خانه شیطان هم همونجاست، چون سنگ میزند نشانه هم میکنه، میگه اینجاست. خیلی جالبه، ولی گذشته از این حرفا میاد از اسم ابراهیم استفاده میکنه، مردم رو گمراه میکنه و میفرسته اونجا برای زیارت خودش، نه برای زیارت حقیقت. وقتی ما کلام خدای حقیقی رو میخوانیم، ابراهیم همچون خانه نساخته، ابراهیم اصلا اونجا نبوده، ابراهیم اصلا پاش به اونجا نرسید. نه، دقیقا همینطوره برادر دارید. و مسئله اینه که همه چی از اون جای شروع شد که خداوند به ابراهیم وعده داد که از تو قرار اون کسی که جهان را نجات میده، از نسل تو قرار بیاد. و وقتی که چند سال طول کشید متولد شدن اسحاق و ابراهیم تو دلش خالی شد، با کنیز خودش هم بستر شد و اسماعیل به دنیا اومد، در حالی که خداوند اومد بهش گفتش که نه، این نیست اون کسی که ازش فرزند وعده به دنیا میاد، بلکه از صلب خود تو و از همسرت سارا قراره کسی بیاد. و وقتی که اسحاق متولد شد، درگیری بین اسحاق و مادرش با
اسماعیل و هاجر شروع شد، چون اسماعیل بزرگتر بود از نظر سنی و هاجر کنیز سارا بودش، ولی فخر میفروخت به سارا تا جایی که ابراهیم اونها رو روانه کرد که از خانه برن بیرون. و این تنفر در دل ابلیس از همون موقع در قلب اسماعیل و اسماعیلیان کاشته شد که فرزندان اسماعیل اومدن و خداوند پیشاپیش وعده داده بود که میاد که اونها مثل خر وحشی برادران خودشون رو بزنن. خداوند وعده داده بود که از اسحاق قرار فرزند وعده بیاد. و ما کتاب مقدس رو وقتی مطالعه میکنیم ببینیم که تمامی انبیا و همه کسایی که دونه دونه اومدن تا زمانی که به مریم مبارک میرسیم و به نامزدش یوسف نجار، همه از نسل بنی اسرائیل بودن و خداوند هرگز نگفتش که از بنی قریش یا از کسی از اسماعیل کسی میادش. و ابراهیم همونطوری که شما هم اشاره کردین هرگز در اون منطقه بیابان نبودش، چون خداوند اورشلیم رو برگزیده بود. ولی اگه برگردیم به انجیل مرقس توی باب 5، همونطوری که در مورد ایمان مرقس میاد حرف میزنه، در باب 6 میاد اثرات بی ایمانی رو داره برای ما توضیح میده. میگه که عیسی مسیح برمیگرده به ناصره، به جایی که لقب عیسی مسیح ناصریه. یعنی وقتی ما میگیم عیسی مسیح، یک لقب دیگه داره، عیسی مسیح ناصری، منطقه‌ای که درش بزرگ شده و اومده بیرون. و عیسی مسیح برمیگرده به اونجا، ولی اونجا به خاطر بی ایمانی مردم معجزه زیادی نمیکنه. میگه جز آن که دست خود را بر چند بیمار گذاشت و آنها را شفا بخشید. او از بی ایمانی ایشان در حیرت بود. عیسی مسیح از بی ایمانی منطقه‌ای که ازش اومده بود در حیرت بود. مردم خوششون نمی اومد به خاطر اینکه میگفتن مگر او آن نجار نیست. ما اینجا با این جمله متوجه میشیم که عیسی مسیح قبل از شروع به خدمت کردنش همون پیشه یوسف رو در بر گرفته، نجاری، یعنی نجار بوده، که اینم در موردش یکم حرف میزنیم که چه رازی در اینه که نجار بوده. مگر پسر مریم و برادر یعقوب، یوشا، یهودا و شمعون نیست؟ اینجا اسم برادرهای دیگه شو میبینیم، متوجه میشیم که چی بوده. مگر خواهران او اینجا نیستن؟ پس ما میبینیم که مریم مبارک بعد از اینکه عیسی مسیح به دنیا اومد و بعد از اینکه همسر رسمی یوسف میشه، میبینیم که چند فرزند دیگه به دنیا میاره که اسامیشون اینجا هستش. پس این در نظرشان ناپسند آمد. عیسی به دیشان گفت نبی بی حرمت نباشد جز در شهر خود و در میان خیشان و در خانه خیش. این آیه خیلی جالبه برای من بردر داوید، که این در نظرشان ناپسند آمد، چون میگن که ما این عیسی رو اینجوری میشناختیم، الان که میاد همچین کارهایی میکنه ناپسنده برامون. این اون چیزی وقتی که بشارت عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده به عزیزان مسلمون میدیم، این در نظرشون ناپسنده. میگن که ما این عیسی رو پیامبر میدونیم، و وقتی که بهشون همچین چیزی میگیم این براشون ناپسند هستش. ولی دعای امروز ما اینه که برای عزیزانی که این برنامه رو میبینن ناپسند نباشه، بلکه بچشن و ببینن که خدا نیکوه و اون نجات دهنده‌ای که منتظرش هستن اومده و عیسی مسیح ناصری هست. آمین. دقیقاً برادر، ما چیزی در تایید صحبت‌های شما، برای چیزی دیگه مثلا که ما اینا میگن ناپسنده، به نظرشون ناپسند آمد، چون که میشناختن یه شناخت قبلی، وقتی کلام خدا انسان شد در میان ما مسکن گزید، در اینجا بزرگ شد، با مثلا در اونا دیدن و همه خواهر برادراش رو میشناختن، پس این ناپسند گفت همین عیسی را که ما میدیدیم همین کارا رو میکنه، همین مرده رو زنده، ای داره چیکار میکنه، مثلا گناه میبخشه، ای داره چیکار میکنه، پس ناپسند میگه، از این لحاظ ناپسند آمد. یه چیزی که ما یادمون باشه که درس را که از این بی ایمانی اونا میگیریم، چی اونا بگن ناپسنده چی نگن ناپسنده، عیسی مسیح مرده رو زنده، چی اونا بگن ناپسنده چی نگن ناپسنده، عیسی مسیح هر کی که دستشو به سمت ردایش دراز کنه شفا از او جاریه. چی اونا بگن که ناپسنده چی نگن ناپسنده، عیسی مسیح خدا هست. و عزیزان مسلمان حتی امروز چی اینا بگن که عیسی مسیح انسان بیش نیست، خدا نیست، و این حرفا، چی نگن
در از خدایی اون نه چیزی کم میشه نه چیزی زیاد میشه، ولی چیزی را که ما از اینجا درس میگیریم، میگه عیسی مسیح بعد از این واقعه به شهر و دیار خیش رفت تا مردمی خودش را شفا بده، تا به اونا رسیدگی کنه، ولی اونا دریافت نکردن. و عزیز مسلمان، که شما امروز میگه عیسی مسیح انسان بود، فلان بود، بسان بود، ناپسند برای شما میگه، عیسی مسیح را که شما میگید خدا نیست، خداییش را میشنوید ناپسند میاد، عیسی مسیح به خاطر شما، من و شما انسان، وارد این دیار شد. پس بیایید امروز، روزی هست که ناپسندی رو بذاریم کنار، دست فیض خدا سمت ما دراز شده، دستمون رو در دست او قرار بدیم. چون که اینا، باز هم تکرار میکنم، ما چی اقرار کنیم که عیسی مسیح خدا هست، چی اقرار نکنیم، عیسی مسیح خدا هست، از خدایی او با اقرار ما، با اقرار ما زیاد نموشه، با انکار ما از خدایی او کاسته نموشه، کم نموشه. او خدا هست، میگه من اول و آخر هستم، هیچ چیزی کم نمیشه. ولی اگر ما اعتراف کنیم که او خدا هست، تمام چیز برای ما تغییر میکنه. ولی اگر انکار کنیم، بگیم ناپسند است، تمام چیزی را که خدا و ما میخواد بده رد کردیم. روی ما، اعتراف ما روی خود ما تاثیر میذاره، نه روی خداوند ما عیسی مسیح. پس بیایید امروز روز پذیریش است. برادر داوید یه تعلیم دیگه ای که این قسمت باب 6 به ما میده در مورد ما هستش، در مورد من، در مورد شما و در مورد همه کسای دیگه ای که قلبشون رو به عیسی مسیح دادن و امروز دارن خدا رو خدمت میکنن و دارن این کلام رو موعظه میکنن و دارن این کلام رو بشارت میدن. کسای زیادی هستن که شاید این برنامه رو ببینن و کسی باشه که بعد از سالها وقتی که تلویزیون رو نگاه میکنه فؤاد رو ببینه و بعد بگه که تو از مسیح داری حرف میزنی؟ تو رو که دیگه ما میشناسیم، تو یه روزی دست همه رو از پشت میبستی، تو خودت یه روزی غرق گناه بودی، تو یه روزی اصلا چند آتیشه مسلمون بودی، الان داری از مسیح حرف میزنی، داری از پاکی حرف میزنی، یا داوود تو داری حرف میزنی این حرفا رو. این اتفاق برای بشارت دهنده ها میفته و چرا این براشون در نظرشون ناپسند میاد؟ چون میگن که ما اینو که میشناسیم بچگیش چجوری بوده، یا نوجوانیش چجوری بوده، یا عنفوان جوانیش چجوری بوده. بحث اینه که گذشته ما هر جوری بوده، در عیسی مسیح شخص خلقتی تازه است. هللویا. چون وقتی که در عیسی مسیح تعمید میگیریم، با عیسی مسیح میمیریم و با عیسی مسیح قیام میکنیم برای یک زندگی تازه. و دعای ما اینه که امروز اگر این بشارت رو از دهان من و برادرم داوید میشنوین، در نظرتون ناپسند نیاد. این در نظرتون بیاد که گذشته ما چی بوده و امروز چطوری خدا تبدیل کرده، و این خدای تبدیل کننده، این قسمت تبدیل چنان خودش رو عیان بکنه که باعث بشه که قلب ها نرم بشه و مردم قلبشون رو به خداوند بدن. چون خداوند قادر زندگی شما رو هم عوض بکنه، زندگی همه رو عیسی مسیح میخواد عوض بکنه. چون همه کسایی که امروز از گذشتهشون فراری ان، به خاطر گذشته شون مجبورن باج بدن به دنیا، به سیستم، خداوند قادر هم گناهانت رو ببخشه و هم قادره که اون شرم از زندگی گذشتت رو ورداره و پاک بکنه، هم قدرت بهت بده که با افتخار بیسی و بگی که گذشته من این بود، ولی جلال خدا رو ببینید که چطوری زندگی من رو تبدیل کرد. چون عیسی مسیح نجار بود و در واقع میخواد با این آیه به ما بگه که نجار اعظم کلام خداونده. کار نجار اینه که درختان رو فرم بده، تبدیل بکنه و چیزهای زیبای چوبی باهاشون درست بکنه، و ما درختانی هستیم که نجار اعظم میخواد ما رو فرم بده. آمین. دقیقا همینطوره. چون نجار مثلا الان چیکار میکنه توی جایی که ما حضور داریم؟ مثلا اینجا خانه هایش اکثرا چوبیه و خانه می سازه. خداوند ما عیسی مسیح اون دیزاینر اعظم است که دنیا و خلقت رو با این زیبایی نظم داد، نظم داد. و هیچ چیزی نیست. مثلا دست ما که زخم میشه، این زخم مثلا دوا رو در خود زخم گذاشته، این خود به خود ما هیچ کاری نکنیم، این خود شفا میابه، یعنی اون زخم درست میشه. و این همون نجاری را که اونا به نظرشون ناپسند آمد،
این بدن ها را آفریده و این خلقت نظم داده. و امروز از خدا میخواد به زندگی و آشفته ما هم نظم بده. چرا نمیخواید که نجار اعظم و زندگی شما نظم بده؟ برادر، بعد از اینی که ما اعتماد میکنیم به خداوند عیسی مسیح و اون نجار را اجازه میدیم که ما را عوض کنه و به زندگی ما نظم بده، او برای ما مأموریت هم داره. ازتون خواهش میکنم در این مورد دقیقاً مأموریتش، مأموریتی که روی دوش ما میذاره بعد از اینکه زندگی ما رو تبدیل میکنه، توی ادامه مرقس میگه که عیسی مسیح شاگردان رو دو به دو فرستاد و بهشون اقتدار بخشید بر ارواح پلید. میگه که و ایشان را بر ارواح پلید اقتدار بخشید. و در ادامه میبینیم که اونا رفتن و این کلام رو موعظه کردن و دیوهای بسیار بیرون راندن و بیماران را با روغن تطهین کرده شفا بخشیدن. این قدرت از خودشون نبود، این قدرت از من و تو نیست برادر داوید، این قدرت از اون منشأ و منبع قدرت میاد، اون کسی که ما بهش اجازه میدیم زندگی ما رو تبدیل بکنه. زندگی ما رو تبدیل میکنه و به ما این اقتدار رو میبخشه که بر ارواح پلید دستور بدیم که دور بشن، نه تنها از زندگی خودمون بلکه از زندگی کسایی که این موعظه رو گوش میدن و میان که براشون دعا بشه. و این اقتدار رو بخشیده به شاگردانش عیسی مسیح که دست بگذارن با روغن تطهین بکنن تا شخص شفا رو دریافت بکنه. این اقتدار رو خداوند بخشیده. آمین. و خیلی برادر جالب است که ما قبلش میبینیم که خداوند ما عیسی مسیح هست که شفا میده، منبع شفا اونه. و بعدش ما میبینیم که خداوند ما عیسی مسیح شاگرد به شاگردان خود اقتدار داد، یعنی به وضوح داره به ما میگه به روشنی که این از خودشان نیست. درست. این خدایی که قبلا شما دیدین شفا داد، خدای شفا و اینها اون قدرت رو داده تا شفا بده. و این هست که از آن نام برنامه ما هست عیسی تنها راه نجات. آمان. و اینجا هست که در نام عیسی نجات هست. خدا نمو... کلام خدا میگه اگر تو در دل خود ایمان بیاری و با زبان خود اقرار کنی که عیسی مسیح خدا هست، نجات میابی. عیسی مسیح خدا هست، نجات میابی. امروز اون روزی هست که شما قرار اعتراف نیکو رو بکنید. همین الان اون اعتراف نیکو رو بکنید و در نام عیسی مسیح اقتدار بیابید که نجات رو دریافت کردید. در نام عیسی مسیح فرزند خدا خوانده شونید و در نام خداوند عیسی مسیح عوض بشین، تبدیل بشین، خلقت تازه بشین. هللویا. از خودتون دیگه تلاش انسانی رو بذارین کنار، بذارید خدا در شما کار کنه. این با زبان ساده. آمین. این اقتدار رو عیسی مسیح به شاگردانش میبخشه. عیسی مسیح نه تنها ما رو دعوت میکنه که زندگی های ما رو تبدیل بکنه و گناهان ما رو ببخشه، میخواد که ما شاگردان اون باشیم. چون وقتی که عیسی مسیح رو شاگردی میکنیم، از استاد همه اون چیزی که بهش نیاز داریم دریافت میکنیم، همه اون اقتداریه که اون داره به شاگردانش میبخشه. مرقس میاد در ادامه توضیح میده که عیسی مسیح چنان شهرت پیدا میکنه که هیرودیس میترسه ازش. چرا میترسه؟ چون هیرودیس دستور قتل یحیی رو صادر کرده ناخواسته، چون نمیخواسته این کار رو بکنه، چون از یحیی هم میترسید، چون میدونه یحیی هم داره کلام خدا رو موعظه میکنه. ولی در روز تولدش دختر زن برادرش میرقصه و مهموناشو شاد میکنه و چون مجلس رو گرم میکنه میاد بهش میگه که هر چی بخوای بهت میدم و حتی نیمی از سلطنتم رو هم اگه بخوای بهت میدم. و این دختر میره از مادرش میپرسه که چی بخوام از هیرودیس، و هیرودیا مادرش بهش میگه که برو سر یحیای تعمید دهنده رو ازش بخوا. چرا سر یحیای تعمید دهنده؟ چون هیرودیا در واقع زن برادر هیرودیس بوده که هیرودیس میخواسته باهاش همخواب بشه و یحیای تعمید دهنده بهش گفته بوده که این کار بر تو حرامه، این زن برادر تو هستش. و برای همین خیلی جالبه اینجا، هیرودیا نفرت داره از یحیای به دل، یعنی در واقع نشون میده که هیرودیا آماده است که به شوهرش خیانت بکنه و با هیرودیس باشه. برای همین
دختر هیرودیاس سر یحیی رو میخواد و هیرودیس چون جلوی همه مهمونا وعده داده که هر چی که بخوای برات انجام میدم، مجبور میشه دستور گردن زدن یحیی رو صادر بکنه. ولی یه آیه خیلی جالبه اینجا میگه هیرودیس از یحیی میترسید، چرا که او را مردی پارسا و مقدس میدانست و از این رو از او محافظت میکرد. هرگاه سخنان یحیی را میشنید حیران و پریشان میشد، با این حال به خوشی به سخنان او گوش فرا میداد. اینجا جالبه، ما با هیرودیسی سر و کار داریم که از کلامی که یحیی موعظه میکنه هراس داره و میدونه که این مقدسه. پریشان میشه وقتی کلامش رو میشنوه، چرا؟ چون میدونه که در فساد داره زندگی میکنه، ولی باز با خوشی دل میخواد حرفش رو بشنوه. ولی در نهایت موقعیت و پوزیشنی که درش هست هیرودیس سبب میشه که دستور گردن زدن مرد مقدس خدا رو صادر بکنه. این اون جاییه که ما در زندگی باید تصمیم بگیریم. ما رو در داوید بعضی موقعا در جایگاه های شغلی قرار میگیریم که کلامی رو که موعظه میشه میشنویم، در دلمون ریش ریش میشه که واقعا عیسی مسیح واقعا نجات دهنده است، این عیسی مسیح قادره که تبدیل بکنه، ولی موقعیتی که درش قرار گرفتیم سبب میشه که ما در نهایت مجبور بشیم عیسی مسیح رو خودمون دو دستی به صلیب بکشیم، انکارش بکنیم. دعا میکنم خداوند قدرت و جرأت بده به کسایی که این پیغام رو میشنون، حتی اگر به قیمت این باشه که جایگاهشون رو، پادشاهی خودشون رو رها بکنن، تا نجات ابدی رو دریافت بکنن. آمین. واقعا آمین آمین. پایه بسیار زیبایی رو فرمودین برادر، من به این نقطه توجه نکرده بودم الان که شما گفتین. و از اون میخوام یک بازون صحبت کنیم. از اون ما میبینیم که هرودیس در مورد پادشاهی خدا علم داره و یحیای تعمید دهنده که قرار بود راه خدا آن عیسی مسیح رو آماده کنه برش داره میگه که چطوری باید زندگی کنی. پس علم را داره، دانش داره، ولی یک چیزی، علم و دانش ما را نجات نمیده. علم ما را نجات نمیده. خیلی ها امروز میگه ما خدمت شما به علم اعتماد داریم. ما میدونیم که علم شخص نجات نمیده. خیلی ها میگه ما به دانش اعتماد داریم. دانش ما را نجات نمیده. ایمان به عیسی مسیح هست که ما را نجات میده. عزیزان، عیسی مسیح نجات دهنده است. دانش نجات دهنده نیست. علم نجات دهنده نیست. اطلاعات نجات دهنده نیست. عیسی مسیح خودش حیات ابدی است. او خودش برای ما داد. او نجات دهنده است. و شما از آنی که امروز کلامش شنیدید مثل هرودیس نباشید فقط شنونده. امروز روز دریافت، بیایید دریافت کنید. امروز روز تصمیم، تصمیم بگیرید. نه مثل هرودیس که سر یحیای تعمید دهنده را زد که شما هم بر علیه بشارت دهندگان بلند شین قیام کنید. نه، امروز روزی هست که شما دستتون رو در دست خداوند عیسی مسیح شاه جلال قرار بدید، بذارید او شما را تبدیل کنه. روز روزی تصمیم است عزیزان، تصمیم بگیرید با خداوند عیسی مسیح شاه جلال یکی بشید. آمین آمین. نکته جالبی گفتی برادر دارید، به خاطر اینی که علم نمیتونه نجات بده، الهیات هم، علم الهیات نمیتونه کسی رو نجات بده. علم الهیات اطلاعاتی به شخص میده، ولی این انجیل عیسی مسیح و این موعظه کار عظیم عیسی مسیح که وقتی شخص بهش ایمان میاره و روح قدوس خدا رو دریافت میکنه زندگیش تبدیل میشه. و اینجا هیرودیس چرا از عیسی میترسه؟ چون فکر میکنه عیسی همان یحیی است که دوباره از مرگ برخواسته است. برای همین وقتی که میشنوه عیسی مسیح داره شفا میده، کارهای عجیب داره انجام میده، ترس تمام وجودش رو میگیره و میگه من میدونم این همون یحییه که من گردنش رو زدم از مردگان بلند شده. اینم جالبه چون خود این نشون میده که هیرودیس به قیامت اعتقاد داره، به قیامت اعتقاد داره. و اینجا باز ما نشون میده که اعتقاد داشتن کافی نیست برادر داوید. اعتقاد داشتن و علم داشتن کافی نیست. کلام خدا میگه که تو میدانی خدا هست و یکی هست، کار نیکو میکنی. حتی دیوها هم میدانند که خدا هست و یکی هست و از شنیدن نام خدا به خود میلرزند، ولی دیوها میدونیم عاقبتشون چیه. پس فقط اعتقاد و دانستن این که خدا هست و قیامتی هست و عیسی مسیح هست کافی نیست. ایمان به عیسی مسیح و قدم زدن در احکام عیسی مسیحه که نجات رو پیوسته برای ما به ارمغان میاره.
این اون چیزی که عیسی مسیح ما رو دعوت کرده، نه اینکه فقط اعتقاد داشته باشیم یا اینکه بگیم که آره من میدونم عیسی مسیح اینجوریه. اینا کار نمیکنه. ایمان، چون شخص پارسا به ایمان راه میره، شخص پارسا به ایمان عمل میکنه، شخص پارسا به ایمان حرف میزنه، شخص پارسا به ایمان میبینه. آمین. و این چیزی هست که از آن اشتباه نکنن که ما برخلاف علمیم یا برخلاف اطلاعات هستیم. ما اینطوری نیستیم. تنها چیزی رو که از آن ما اینجا میگیم که شما حیات ابدیتان را بر اساس علم پایه‌گذاری نکنید. حیات ابدیتان را بر اساس اطلاعاتی که دارین، اطلاعات ذهنی پایه‌گذاری نکنید. اطلاع حیات ابدی یک شخص، بهشت یک شخص، در این دنیا با اون شخص آشنا بشین و با اون شخص قدم بزنید و اطلاعاتی را که دارین به دست بیارین و از اون اطلاعات استفاده کنید. چطوری با این شخص نزدیک بشین، چطوری میتونید با او بهتر قدم بزنید. ما بر علیه علم نیستیم، بر علیه اطلاعات نیستیم، ولی پایه و اساس حیات ابدی را روی علم و دانش نمیذاریم. چون حیات ابدی یک شخص، او شخص خودش را به ما داد و او میخواهد که ما خودمون را به او بدهیم. داد و ستد با این شخص هست که ما را نجات میده. دقیقا همینطوره برادر داوید. چون وقتی ایمان میاریم، اون موقع است که اطلاعات میاد ایمان ما را وسعت بده. یعنی همونطوری که شما گفتید، ما نجاتمون رو بر اطلاعات نمیذاریم، نجاتمون رو بر پای ایمان به عیسی مسیح میذاریم و بعدش هستش که این اطلاعات بیشتر میاد و به ما کمک میکنه. چطوری کمک میکنه؟ ما در ادامه در مورد این اتفاق میخوایم حرف بزنیم که عیسی مسیح به 5000 مرد به همراه زن و بچه با 5 نان و 2 ماهی غذا داد که بخورن و سیر بشن. چطوری با 5 نان و 2 ماهی عیسی مسیح این کار رو کرد؟ شاید خیلی ها این اعجاز رو شنیدن، خیلی ها این اعجاز رو شنیدن، ولی اگه اجازه بدین از یک زاویه دیگه ما به این اتفاق نگاه بکنیم. و این زاویه اینه که ما مردمانی رو میبینیم که تشنه شنیدن کلام هستن و دنبال عیسی مسیح میان. و عیسی مسیح وقتی میبینتشون که اینا چقدر تشنه هستن، میگه بر آنها دل بسوزاند زیرا همچون گوسفندانی بیشبان بودند، و شروع کرد به تعلیم دادنشون. من اینجوری به این اتفاق نگاه میکنم که برادر داوید، کلام خداوند انقدر غنیه که حتی شاید به ظاهر مثل 5 نان و 2 ماهی باشه، ولی بیشتر از 5000 نفر رو سیر میکنه. در مورد 5000 نفر من حرف میزنم. سبدهای اضافه و سبدهای اضافه میاد. میخوام اینجوری بهتون بگم که اگر اون 5000 نفر 5000 روز زندگی من باشه، یک آیه خداوند رو اگه من هر روزم بخونم و زمزمه بکنم و بهش ایمان بیارم، این 5000 روز زندگی من میاد که به من قوت بده و آرامش بده. این اقتدار کلام خداونده. این اون غذای آسمانی هستش که خداوند میبخشه، چون در کلام خداوند برکت هستش و نامحدود هستش. و این کاریه که عیسی مسیح داره برای کسایی که اومدن دنبالش داره انجام میده. برادر داوید، و خود این اعجاز رو چطوری انجام میده؟ عیسی مسیح 5 نان و 2 ماهی رو بلند میکنه، برکت میده، شکرگزاری میکنه بابتش و به شاگردان میده و شاگردان به مردم میدن. اینجا باز میبینیم که وقتی که در خدا قدم میزنی، خداوند چنان نانی به تو میده که هم خودت سیر بشی، هم این نان رو به بقیه بدی. این نان حالا دو بعد داره، هم میتونه یک نان باشه، هم یک نان روحانی باشه. یعنی اون کلامی که تو از خداوند میگیری، شاید به ظاهر بگی که خب من تمام روزهای عمر چی رو موعظه کنم؟ بگم عیسی مسیح برای گناهان ما اومد روی زمین، روی صلیب مصلوب شد، خونش ریخته شد، در دل قبر نهاده شد، روز سوم برخاست، 40 روز با شاگردان بود، به آسمان بالا برده شد، روز 50 روح القدس رو نازل کرد. آیا من تمام عمر میخوام اینو بگم؟ تمام عمر میخوام بگم که امروز روز نجات، امروز روز شفا؟ تمام عمر اگه هر روز بگم، هر روز این کلام قدرت شفا دادن داره و هر روز این کلام تازه هستش، چون این حیاتی هستش که ما از خداوند دریافت کردیم. دقیقاً. آمین. آمین. پس شما اینجا میبینیم که برادر، که عزیزانی که اونجا بودن اینا اطلاعاتی داشتن که باید برای نان دادن بره از شهر، از نانبایی نان بخره و دیگران نان بده.
پس ما میدیم که اینجا خالق آسمان زمین اطلاعات اونا رو هم دیگه، اطلاعات زمینی اونا رو هم چیکار میکنه؟ به هم میرسه، عوض میکنه، به هم میرسه. این داتا بیسشون دیگه به هم میرسه، میگه این هست با من قدم زدن. شما وقتی با من قدم میزنید باید این منتظر همچون تجربه های باشن. و دیگر از برادر ازتون خواهش میکنیم خداوند مجتمعی اتفاق دیگری را به شاگردان نشان میده که این هم فراتر از اطلاعات انسانی هست. دقیقا همینطوره. این 5000 نفر که غذا خوردن، چرا میگه 5000 مرد فقط برادر داوید؟ به خاطر اینکه در نگاه عیسی مسیح مرد و زن و اعضای خانواده یک هستند. نگاه کتاب مقدس اینجوری نیستش که مرد جایگاهی برتر از زن داره، بلکه باید در جاهای مختلف از همون ابتدا تا انتها میبینیم که خداوند زن و مرد رو یکسان آفرید و میگه که با هم یک تن شوند. برای همین وقتی میگه 5000 مرد، نشان از اون یک بودن مرد با همسرش و با بچه هاشه و اون مسئولیتی که روی دوش مرد هستش به عنوان نانآور خانواده، چیزی که متاسفانه جهان داره عوضش میکنه و به همون اندازه که مرد باید کار کنه، زنها رو هم دنیا داره سوق میده به سمت کار کردن. این بحث وسیعی هستش. این جمله به این معنی نیستش که زنها نباید کار کنن، نه اصلا بحث این نیست. بحث اون مسئولیت هایی که روی دوش مرد هستش و اون مسئولیت هایی که روی دوش زن هستش که هر دو با هم کامل میکنن همدیگر رو. و اینی که 12 سبد باقی میمونه، برادر داوید اینجا به من میگه که 12 رسولن، 12 شاگردن که برای اونها، برای انگار به ازای هر یک رسول یک سبد نان هم میمونه که باز بتونه از این نان ببخشه. ما دوباره با عدد 12 برخورد کردیم. بعد از 12 سال خونریزی اون خانم، اون دختری که 12 سالش بود مرد و اینجا اون 12 سبدی که اضافه موند. حالا اتفاق بعدی جالبه که وقتی شاگردان میرن با قایق برن به سمت اون ور آب، باد مخالف میاد در نیمه شب و عیسی مسیح روی آب داره قدم میزنه به سمتشون و عیسی مسیح بهشون میگه که دل قوی دارید، من هستم، مترسید. چون شاگردان فکر میکردن شبح داره میاد. اینجا چند تا جمله خیلی کلیدی رو عیسی مسیح میگه. میگه من هستم، نام خدا رو بر خودش اعلام میکنه، میگه من هستم، مترسید، دل قوی دارید. و بعدش باد رو آروم میکنه، سوار قایق میشه. و آیه 52 خیلی جالب، میخوام بگم در انتهای برنامه، اون اینه که میگه ایشان بی اندازه شگفت زده شده بودند. و بعد آیه 52 اینجوری میگه، چرا که معجزه نانها را درک نکرده بودند بلکه دلشان سخت شده. یعنی ترسی که مستولی شد بر شاگردان وقتی که طوفان ها اومد این بودش که اعجاز قبلی رو درک نکردن. و این درک نکردن اعجاز هایی که خدا در زندگی ما میکنه سبب میشه که دلها سفت بشه، اگرچه اینها شاگردان بودند و این همه اعجازات خداوند دیده بودند. واقعا سخت شدن دل ما بعضی وقتا واقعا سخت میشه، یا بر اساس مشکلاتی که هست سر ما میاد، ما مثلا رو به سمت خدا میکنیم و مشکلمون رو بر اساس مشکلمون با خدا صحبت میکنیم، یا بعضی وقتا که مثلا کارهایی را که خدا کرده در اون مقطع زمان یادمون میاد. پس این چیزا هست که ما انسانهای فراموشکار هستیم، ولی یادمون باشه که خداوند عیسی مسیح شاه جلال فراموشکار نیست. شاگردان با قایق رفتن که اون بره دریا بارن، خداوند عیسی مسیح رفت بالای کوه که دعا کنه، با پدر صحبت کنه، ولی خداوندمون عیسی مسیح شاگردانش یادش نرفت. خداوند عیسی مسیح دید که شاگردان در طوفان گرفتار شده، قدم زنان روی آب رفت به سمتشون و اونها را نجات داد. اگر ما در شرایط های قرار میگیریم که بعضی وقتا کارهای عظیمی را که خدا در زندگی ما انجام داده یادمون میره، یا خدمت شما عرض کنم خدا ما را دیروز خواند و از به صدایش جواب ندادیم و امروز یادمون رفته، یادمون باشه از آن که خداوند عیسی مسیح فراموشکار نیست، او مثل ما نیست، او هیچ وقت ما را یادش نمیره از آن، او همیشه با ما هست، همیشه دنبال ما هست، چی در طوفان، چی در صحرا، یا چی در ساحل آرامش، عیسی مسیح همیشه با ما هست. از آن عیسی مسیح وقتی که ما با او ایمان میاریم، او قبل از ما
قدم میزنه. حلال. در پایان برادر چیزی دارین برای عزیزان؟ در پایان فقط میخوام بهتون بگم که بعد از این اتفاق عیسی مسیح به جنیسارت میره و اونجا همه مردم مریضانشون رو میارن تا فقط گوشه ردای عیسی مسیح رو لمس بکنن تا شفا رو دریافت بکنن. این تفاوت نگاه مردم جنیسارت با نگاه مردم جدریانه. اونها به عیسی مسیح گفتن برو، مردم جنیسارت گفتن بمون تا از تو شفا دریافت بکنیم. آمین. و این چیزی هست که عزیزان شما نباید بگین برو، و اینجا شما باید بگین عیسی مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین بیا وارد قلبم شو و در زندگی من بمون و مرا عوض کن. خداوند عیسی مسیح شاه جلال، وقتی که شما این حرف رو زدین، او خدای وفادار هست و با قولش وفادار هست و از همین حرفی رو که شما زدید زندگی شما را دگرگون خواهد کرد. شفا در خداوند عیسی مسیح است، نجات در خداوند عیسی مسیح است، و چیزهایی را که ما که نمیتونیم روی آب را بریم، اینجا ما میبینیم که حتی اطلاعاتی روی آب راه نرفتن شاگردان هم به هم خورد. اینجا دید کسی خداوند عیسی مسیح شاه جلال روی آب را مر. این به چی معناست که ما در سختی ها میتونیم حتی در وسط طوفان نجات از خداوند دریافت کنیم. کمک از سمت خداوند است و او خودش ما را کمک میکنه. به نام خداوند عیسی مسیح شاه جلال شما را در دستان خالق آسمان و زمین میسپارم. امیدوارم که امروز شما عزیزان فقط شنونده نباشین، دریافت کننده باشین. چون ما وقتی که با خدا صحبت میکنیم نباید فقط شنونده باشیم. خدا با ما صحبت میکنه، ما میگیم لبیک، و بعد خدا با ما میگه اینه بگیر، ما میگیم چشم لبیک. و این حیات جاودان خداوند عیسی مسیح شاه جلال امروز به شما داده. فقط بگید چشم، دریافت کنید و با خداوند عیسی مسیح قدم بزنید و بچشید ببینید که خداوند نیکو هست. هللویا. تا دیدار دوباره شما را در دستان خداوندم خالق آسمان زمین شاه جلال عیسی مسیح برای بی‌نقص پدر میسپارم. امیدوارم که تا هفته آینده در پناه خداوند عیسی مسیح در سایه او قدم بزنید. آمین. خدا نگهدار. هللویا.